با سلام و وقت بخیر خدمت همه اعضای محترم کانال پویشگران، در خدمت شما هستیم با ارائه توضیح مختصر در زمینه تفاوت انواع روش های گرادیومتری. خب از اونجایی که ما از ماه گذشته دستگاه های ساخت خودمون رو ارائه کردیم با همکاری یک گروه سازنده و خبره، دو روش برای گرادیومتر ارائه کردیم، یک روش گرادیومتر عمودی و یک روش گرادیومتر میدان کل. خیلی ها سوال پرسیده بودن که این روش ها چه تفاوتی با هم داره و اصلا به چه معناست، و به همین خاطر این کلیپ رو ایجاد کردیم به صورت تصویری که حالا از هر منبع یا مرجع دیگه ای هم خواستید دستگاهی تهیه بکنید با دید باز این کار رو بکنید و بدونید که دستگاهی که میخواید تهیه بکنید باید چه شرایطی داشته باشه که ما اونو به عنوان یک گرادیومتر بشناسیم. و همطور که در وایس قبلی کانال احتمالا گوش داده باشید یک مقایسه‌ای داشتیم بین مگنتومترها و گرادیومترها که اونجا بنز کافی توضیح داده بودیم. اینجا الان می‌پردازیم با یک مقدمه خیلی کوتاه که همونطور که قبلا توضیح دادیم اسکنرهای اولیه که مگنتومترهای در واقع ابتدایی بودن یک تک سنسور مثل چیزی که الان تو شکل دارید می‌بینید استفاده می‌شد در اونها و تصویری که از این سنسور به دست می‌اومد به عنوان تصویر نهایی به کاربر ارائه می‌شد. بعدها با پیشرفته در واقع علم ژئوفیزیک اومدن این کار رو یه خورده گسترده تر کردن و یک حالتی مثل ایجاد سیستم حسب ذرات در فلزیاب، البته این تشبیه بنده هست و دلیلش رو هم عرض میکنم که چرا اومدن چیکار کردن. اومدن یک چیزی مثل سوپر سنسور، چیزی که شما به عنوان سوپر سنسور دارید میشناسید، یک پراب عمودی با دو تا سنسور که با یک فاصله حساب شده از هم در این پراب قرار میگیره و زمانی که شما از یک مکان یک اسکنی تهیه میکنید همزمان سه تا تصویر در واقع تهیه کردید، یک تصویر که توسط سنسور پایینی تهیه میشه، یک تصویر توسط سنسور بالایی و تصویر سوم که تلفیقی از در واقع خروجی تصویر به دست اومده از دو تا سنسور هست. خب سنسور پایینی کاملا مشخصه، مقادیر زیر سطح رو اندازه میگیره، سنسور بالایی روی سطح و در نهایت تلفیق و گرادیان محاسبه شده به دست اومده میشه تصویر کلی و نهایی که به کاربر ارائه میشه. حالا در ادامه توضیح میدم که فرق این چیه و اصلا برای چی این کار انجام داده و اینکه میگم برای یه حالتی مثل سیستم حذف ذرات یعنی چه. همین روش گرادیومتری دو حالت داره، یک روش تک محور که دقیقا سوال خیلی ها اینجا پاسخ داده میشه که ما میگیم گرادیومتر عمودی و تک محور یعنی چی؟ گرادیومتری عمودی تک محور یعنی همین چیزی که دارید میبینید، یعنی دو تا سنسور به صورت عمودی رو به زمین قرار گرفته میشه، به خاطر همینش میگیم عمودی تک محور، تو یک محور وجود داره، تو یک راستا هستن. اما زمانی که شما بیاید از این حالت استفاده بکنید، یعنی یک سنسور رو به زمین، یک سنسور روی سطح و یک سنسور بالای سطح رو اندازه گیری بکنه، ما به این میگیم سه محوره. حالا فرض بکنید که در این سوپر سنسور شما به جای این تک سنسورها دو تا از این سه سنسورها استفاده بشه، ما به این میگیم گرادیومتری میدان کل، یعنی هم مقادیر زیر سطح و هم روی سطح و هم بالای سطح مقایسه میشه، یک بار توسط سه تا سنسور پایین یک تصویر تهیه میشه، یک بار توسط سه تا سنسور بالا و دوباره یک گرادیومتری کلی. حالا تفاوت اینها در چه چیزی هست؟ بریم سراغ این تصویر که پاسخ خیلی از شماها داده میشه. خب در این تصویر همونطور که دارید میبینید تصویر سمت چپی تصویر به دست اومده از سنسور بالاییه، تصویر وسطی تصویری که از سنسور پایینی و همون سنسوری که رو به زمین هست و نزدیک به زمین هست به دست میاد و در نهایت تصویر سمت راست چکیده در واقع دوتا تصویر قبلی است. شاید نیاز به توضیح نباشه که در تصویر نهایی شما جزئیات و دیتیلی که تو در واقع تصویر وسطی دارید میبینید دیگه خبری ازش نیست، کاربر کمتر گیج میشه، مخصوصا کسایی که میخوان اهداف ریز سطحی رو نداشته باشن، نیاز به فیلتر گذاری نداشته باشن، تو تحلیلاشون مشکلی نداشته باشن و دنبال هدف اصلی باشن. فرض بکنید هدف اصلی در این تصویر همین سه تا در واقع گودالی هستش که اینجا دارید میبینید. خب حالا ممکن این سوال پیش بیاد که روش گرادیومتری اصلا به چه حالتی و به چه صورتی اجرا میشه و نقش سنسور بالایی پس چیه؟ روش گرادیومتری به این صورت عمل میکنه دوستان که یک بار
تصویری که توسط سنسور پایین به دست اومده در نظر گرفته میشه، میاد اینطور بیان میکنه که اگر مقادیری باشه که سنسور پایین تونسته باشه اونا رو سنس بکنه ولی سنسور بالایی نتونه اونو بگیره، این یعنی اون هدف در عمق بوده. چرا؟ چون فاصله سنسور بالایی از سطح زمین خیلی زیاده. پس اگر نگرفته باشه یعنی اون هدف تو عمق بالاتری بوده که اون زورش نرسیده اونو ثبت بکنه. و بالعکس اگر هدفی بوده باشه که هر دو تا سنسور تونسته باشن اونو ثبت بکنن، حالا سنسور پایینی با جزئیات خیلی بالاتر و با شدت بیشتر و سنسور بالایی با شدت و جزئیات کمتر، یعنی به تبع اون فلز یا اون جسم مغناطیس به سطح نزدیکتره. اینجاست که متوجه میشه در روش گرادیومتر کل و زمانی که میخواد فیلتر بکنه و به شما تصویر نهایی رو ارائه بکنه، حدس میزنه که چه جزئیاتی رو باید حذف بکنه. یعنی اشتراکات، اینطوری بهتون بگم، اشتراکات بین سنسور بالایی و سنسور پایینی رو به روش خیلی عامیانه و ساده بخوام توضیح بدم، کلی اشتراکات بین دو تا سنسور رو میاد نادیده میگیره و اونها رو به عنوان مقادیر نزدیک به سطح در نظر میگیره. میگه آقا اینها یه چیزای جزئی نزدیک به سطحه، چون بالایی هم تونسته بگیره و بیشتر تمرکزش میشه روی مواردی که فقط سنسور پایینی داره میگیره. حالا در نظر بگیرید که به جای یک سوپر سنسور با دو تا سنسور، شما اینو با 6 سنسور داشته باشید، چقدر دقت کار بالاتر میره. و چیزهای دیگه که اثرات سطحی هستن اصلا برای شما مهم نیست، برای اینکه وقتتون روی اینها نذارید و اینها شما رو گمراه نکنه، این روش میدان کل اینجا به دردتون میخوره. ببخشید، روش گرادیومتری، که این اثرات سطحی رو شما نخواهید دید یا خیلی کم میبینید یا اصلا نمیبینید و اصل مطلب رو به شما میگه. حالا تفاوت میدان کل و در واقع میدان کل سه محوره و میدان عمودی تک محوره چیه؟ فرض بکنید که در همین تصویر، این تصویر وسط، تصویر به دست اومده از میدان عمودی هست و تک محوره و سمت راستی میدان کل و سه محوره هست، دقیقا با همین توضیحات قبلی. یعنی در روش میدان کل شما باز هم دیتیل کمتری نسبت به روش گرادیومتری عمودی خواهید دید. برای اینکه باز هم بیشتر جا بیفته، میریم سراغ یک مقاله که توسط آقای مهندس بابک امین‌پور ارائه شده بود در سال 80 با عنوان روش‌های ژئوفیزیک، کاربرد روش‌های ژئوفیزیک در مطالعات باستانشناسی در واقع سازی شاهزنبیل. در اون مقاله دو تا عکس مد نظر ماست. عکس اول تصویر به دست اومده از گرادیان عمودی مغناطیسی است و تصویر دوم شدت کل میدان مغناطیسی از همون نقطه. توضیحی که باید عرض بکنم، نقاطی که به اسم A ما داریم میبینیم، یعنی A1، A2 و A3 مقادیری هستن که در عمق بالاتر بودن. نقطه G مقادیری بودن که به سطح خیلی نزدیک بودن و در تصویر که اینجا داریم میبینیم نقطه B مقادیری بود که باز هم در عمق بسیار بالاتر بود. خب باز هم شاید زیاد نیاز به توضیح نباشه که شما یک مقایسه من سریع ورق بزنم اینجا شما ببینید. مثلا همین A2 در گرادیومتر عمودی مغناطیسی نسبت به A3 ببینید چقدر متفاوته. در روش میدان کل اومده با جزئیات بالاتر، در A1 هم همین، در عمودی اومده یه چیزی نشون داده ولی تو A1 تو میدان کل همین رو به صورت در واقع مقادیر با جزئیات بالاتر داره ارائه میکنه. حالا غیر از A3 که اینجا به دلایلی بالاتر نشون داده، در کل روش گرادیومتری میدان کل دوستان برای نمایش مقادیر بزرگ در اعماق بالاست و اثرات سطحی نادیده گرفته میشه. اینجا الان نقطه G رو ببینید، همطور که عرض کردم نقطه ایست در سطح که در گرادیومتر در واقع عمودی اینجا داره مشاهده میشه ولی در میدان کل شما اینو نمیبینید و بالعکس نقطه B که یک نقطه در عمق بسیار بالاتر هست در میدان کل داره دیده میشه ولی در گرادیومتر عمودی دیده نمیشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، خب چه کسایی باید گرادیومتر میدان کل تهیه بکنن، چه کسایی باید گرادیومتر عمودی تهیه بکنن؟ کسایی باید بیان سراغ گرادیومتر میدان عمودی، گرادیومتر عمودی به تک محور، که علاوه بر اینکه اهداف بزرگی رو دنبال میکنن ولی به دنبال اهداف متوسط
و نزدیک به صد هم هستن، هرچند که ما بارها در وایس هامون و توضیحاتمون عرض کردیم که اسکنر ابزار مناسبی برای کاوش قبور نیست، ولی خب هنوز هم خیلی این کارو میکنن و هستن کسایی که بینشون چیزایی هم در میارن. حالا مثلا رفتن این محوطه که میدونستن قبره و اگه چیزی این زیر داره نشون داده میشه به عنوان یک مقدار فلزی، حتما یه چیزی هست کاوش کردن و یه چیزی در مداله یا بیارزش یا با ارزش، که شما اگه تو سایت اوکایم هم تشریف ببرید بعضا نمونه هایی که از زیر خاک در اومده و حتی توسط ایرانی ها عکسش ارسال شده برای اوکایم ببینید، مثلا یک مجسمه خیلی کوچیک تو عمق تقریبا 1.5 متری با همین مگنتومتر های شرکت و اوکایم هم در اومده. ولی در کل ابزار تخصصی این کار نیست، ولی حالا یکی پیدا میشه میگه آقا من دنبال فلزات ریز هم هستم، میگم اوکی شما باید بیاد گرادیومتر در واقع عمودی تک محور تهیه بکنید. حالا کسایی که حوصله در واقع فیلتر گذاری تحلیل پیچیده در واقع ویژوالایزر و خیلی مسائل دیگر رو ندارند، بلجبار باید بیان سراغ میدان کل، یعنی کسایی هستن که میگن آقا ما فقط دنبال سازه، راه رو، اتاقک در اعماق بالاییم، مثل همون سیستمی که عرض کردم خدمت شما، مثل یک فلزیاب میخوام یه سیستمی باشه که مقادیر سطحی رو به ما نشون نده، حذف بکنه، یک فیلتر دیجیتالی داشته باشه علاوه بر اون فیلتر دیجیتالی که ما رو دستگاهمون داریم استفاده میکنیم، به صورت کلی و به قول من بای دیفالت پیش‌فرض مقادیر ریز و متوسط رو نادیده بگیره، فقط مقادیر اصلی و بزرگ رو به ما نشون بده. این میشه در واقع گرادیومتری میدان کل. با توجه به این توضیحات ما این پیشبینی رو داشتیم که احتمالاً گروهی باشن که کاملاً دو دل باشن، یعنی نتونن تصمیم بگیرن که بالاخره میدان کل رو میخوان تهیه بکنن یا گرادیان عمودی رو. به خاطر چی گمراه بشن و یه خورده دو دل بشن؟ به خاطر اینکه به هر طرف هم دوست داره یک دستگاهی داشته باشه که خب سیستم حذف فلزات ریز سطحی رو اجرا بکنه، مقادیر نزدیک به سطح و بیارزش رو نبینه و فقط دنبال اعماق باشه، ولی از اون طرف ممکنه تو یک سری کاوش‌های عمومی‌تر فلزات متوسط هم براش مهم باشه. همون قبلی که مثلا عرض کردم خدمت شما، با اینکه مثلا این دستگاه مناسب این کار نیست، ولی خب طرف اصرار داره میگه آقا اینجا یه قبری داره و میدونم قبره، فقط برای من یه چیزی اینطور بگیره کافیه. خب با توجه به این توضیحات خب قرار نیست که گرادیومتر میدان کل این کار رو برای این دوستان انجام بده، ولی خب خوشبختانه طبق این پیشبینی که داشتیم اومدیم این قضیه رو هم لحاظ کردیم در دستگاه، که علاوه بر اینکه سه تا اسکن تهیه میکنه، یعنی گرادیان میدان پایین، یعنی سه محوره پایین، سه محوره بالا میشه دومی تصویر، گرادیان میدان کل میشه سومی تصویر و یک تصویر چهارم هم به شما میده که در واقع حاصل گرادیان میدان عمودیه، یعنی فقط میاد تصویر اون دوتا سنسوری که مثل حالت سوپر سنسوری که به شما توضیح دادم بالا و پایین و رو به زمین هستن به صورت عمودی، فقط اون دوتا رو میاد محاسبه میکنه و به شما ارائه میکنه. این میشه گرادیان عمودی، یعنی عملا چهار اسکن همزمان با یک بار اسکن کردن به شما تصویر میده که دیگه کامل ترین نوع دستگاهی که یک نفر میتونه داشته باشه. امیدوارم که این توضیحات جامع و کامل بوده باشه و سوالات شما رو به خوبی پاسخ داده باشه. ممنون از توجه و لطف شما، پیشاپیش سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال بسیار خوب و توام با موفقیت و شادی رو در پیش رو داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فعلا خدا نگهدار.